کاخ لوور در قرن 12 میلادی توسط فیلیپ دوم به عنوان یک قلعه برای محافظت از شهر در برابر سربازان انگلیسی ساخته شد. سپس فرانسوای اول که به خاطر ساختن قلعه‌های زیبا در دوره رنسانس مشهور بود، این قلعه را تخریب کرد تا کاخی عظیم بسازد. سپس هر یک از پادشاهان فرانسوی به تکمیل بخشی از این کاخ پرداختند. لوی 14 آخرین پادشاهی بود که از لوور به عنوان اقامتگاه پادشاهی استفاده کرد. وی دربارش را در سال 1682 به کاخ ورسای منتقل کرد. در سال 1793 و در جریان انقلاب فرانسه، موزه مرکزی هنر در گراند گالری برای بازدید عموم گشوده شد. ناپلئون بناپارت و ناپلئون سوم برای افزایش اعتبار خود بخش‌هایی را به لوور اضافه کردند و از آن تاریخ تا به امروز لوور به عنوان موزه مورد استفاده قرار می‌گیرد. موزه لوور یکی از بزرگترین و ثروتمندترین موزه‌های دنیا از نظر در اختیار داشتن آثار ارزشمند هنری محسوب می‌شود. این موزه 38,000 آثار هنری را به نمایش گذاشته است و 422,000 آثار هنری را نگهداری می‌کند. ما از این موزه بازدید کردیم و ویدیوی کوتاهی از بعضی از قسمت‌های این موزه آماده کردیم که با هم تماشا می‌کنیم. من امید هستم و شما رو به تماشای این ویدیو دعوت می‌کنم. نظر شما چیست اگر کارمون رو با این هرم بحث برانگیز آغاز کنیم؟ در سال 1983 رئیس جمهور وقت فرانسه سفارش ساخت یک هرم شیشه‌ای برای موزه لوور را داد که توسط یک معمار چینی امریکایی به نام پی طراحی و ساخته شد. افتتاح این هرم در سال 1989 با اعتراضات بسیاری مواجه شد، زیرا مردم معتقد بودند که این هرم شیطانی و نوعی توهین به مقدسات است که از اهرام مصر الگو گرفته است و با معماری این موزه مطابقت ندارد. اگرچه پی در ملأ عام اظهار داشت که هرم او هیچ ارتباطی با اهرام سنگی قدیمی ندارد و طراحی خود را با الهام از یک داربست در نزدیکی جاردین الهام گرفته است، اما زوایای طراحی این هرم با زوایای هرم بزرگ گیزا یکسان است. به گفته پی او می‌خواست این هرم را طوری بنا کند که با محیط اطرافش چنان ادغام شود که تقریبا قابل دید نباشد. مگر از فاصله نزدیک که البته او موفق نشد. تا اینکه یک هنرمند معروف به نام جی آر به درخواست مدیران لوور ایده غیب کردن این هرم را با مهارت هرچه تمامتر برای مدت یک ماه کامل به اجرا درآورد. در اجرای این ایده اگر فرد در زاویه خاصی از محیط اطراف هرم می ایستاد آن را نمی دید، اما از سایر زوایا هرم با تصویر بزرگی از موزه لوور نمایان می شد. جالب است که بدانید برای انتخاب معمار یک مسابقه طراحی بین معماران انجام شد، اما در واقع انجام این مسابقه یک امر تشریفاتی بود و میگویند که رئیس جمهور فرانسه از سال 1981 میلادی پی را به عنوان معمار انتخاب کرده بود. این موضوع پس از پایان ریاست جمهوری او فاش شد. اما پی کیست؟ یک معمار آزاد که برنده جایزه مشهور بین المللی پریسکر است. کسی که آثار مهمی همچون کتابخانه و موزه ریاست جمهوری در بوستون و بانک چین در هنگ کنگ را بنا کرده است. در ساخت این هرم دقیقاً 666 قطعه شیشه استفاده شده است. در حقیقت این یک آمار رسمی منتشر شده در زمان ساخت هرم است. اما مسئولین میگویند که 673 عدد شیشه به کار گرفته شده است. شاید بسیاری از مردم کتاب راز داوینچی را زاده ذهن و تخیلات دن براون بدانند، اما واقعیت آن است که او در این کتاب به موضوعاتی پرداخته که یکی از آنها اشاره قهرمان داستان رابرت لانگدون به تمایل عجیب رئیس جمهور فرانسه برای داشتن یک هرم شیشه‌ای 666 قطعه‌ای در خارج معروف‌ترین موزه جهان است.
اما در زیر این هرم دو هرم کوچک قرار دارد که یکی از بالا به سمت پایین بر روی هرم کوچکتر عمود شده است. بسیار شگفت انگیز و زیباست، اما آیا دارای معنای خاصی است؟ به نظر شما در زیر این سنگ چه چیزی می تواند باشد؟ دنبران در کتاب خود می نویسد که در زیر این هرم آرامگاه مریم مجدلی است. اینکه مریم مجدلی سالهای آخر عمر خود را در فرانسه گذراند مشهود است. اما درباره اینکه آرامگاه او در لوور باشد هیچ سند معتبری وجود ندارد. موزه لوف در 5 طبقه است که هر قسمت آن موضوع خاصی را دنبال می کند. اینجا گرند گالری است که از سال 1793 به عنوان موزه مرکزی هنر استفاده می شه. آثار مهمی، آثار ارزشمندی از هنرمنده ایتالیایی، فرانسوی، هلندی، مخصوصا ایتالیایی در این سالن همینطور که می‌بینید در دو طرف قرار داره. دوستان اینجا اتاق 711 است که توسط ناپلئون سوم از سال 1859 برای پذیرایی از جلسات اصلی خودش استفاده می‌شده، اما از 1878 این سالن به این موزه از به موزه هنر اضافه میشه. توی این سالن همینطوری که میبینید آثار فقط هنرمندان ایتالیایی هست، همینطوری که دارید میبینید مونالیزا و آثاری از هنرمندان ایتالیایی دیگه توی این سالن هستش. دو گاو شاخدار یا گاو زانوزده را داریم میبینیم که مربوط به سرستون‌های کاخ آبادانای شوش بوده. دوستان این گاو تزئینی که سربازان گارد جاویدان پارسی رو داره نشون میده، قسمت‌هایی از یعنی روزی قسمت‌هایی از تزئینات داخلی کاخ آبادانای شوش بوده که البته الان در اینجاست دیگه. دوستان گوپد رو میبینید، البته امیدوارم که درست تلفظش کرده باشم. گوپد یا لاماسو هم میگم بهش، یکی از جانوران اساطیری بالدار است که خدای محافظ هخامنشیان بوده که با سر انسان، تن گاو یا شیر و باد عقاب یا شاهین همیشه نمایش داده میشده. این کتیبه ها یا استوانه هایی رو که میبینین مربوط به شوش است. اینطوری که در جلوی اینها نوشته در شوش کشف شده و در بعضی از این کتیبه ها آنوناکی ها رو میبینین. خب این برای مثال این یکی داستان خلقت انسان توسط آنوناکی رو به تصویر کشیده.
just je peux vous le rendre seigneur seigneur par avec les soldats il est heureux je veux s'entendre pour plaisir les allez comme moi les cirques les plaies se jouent la fête les cirques et plaies Le spectateur est dans la tête. Le spectateur, c'est un bel acre fracas. Apostrophe, tu sais ta page. سپاسگزارم که با من همراه بودید. اگر هنوز ما را سابسکرایب نکردید، برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما برای دکمه سابسکرایب